در حالی که تنها دو روز به انتخابات پارلمانی آلمان باقی مانده است، آخرین نظرسنجی ها هنوز نتیجه احتمالی روشنی نشان نمی دهند. طبق سیستم انتخاباتی آلمان، هر شهروند در واقع دو رأی می دهد، یکی به نامزد حوزه خود و یکی به حزب دلخواهش. آنگلا مرکل روز جمعه در یکی از آخرین میتینگ های انتخاباتی در شهر هانوفر گفت: شما در روز یک شنبه با هر دو رأیی که به صندوق می اندازید تصمیم خواهید گرفت. تصمیم خواهید گرفت که کدام یک از احزاب بهتر به خواسته های شما، تصورات شما، امیدها و شاید نگرانی های شما می پردازد و تصورات شما را به واقعیت تبدیل می کند. بنا به نظرسنجی های اخیر، حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل 40% آرا را به دست می آورد و اگر حزب دموکرات آزاد نتواند 5% آرا را از آن خود کند، آنگلا مرکل باید به دنبال ائتلاف جدیدی باشد. حزب مخالف سوسیال دموکرات با 27% رأی احتمالی و ائتلاف با حزب 10% سبز آلمان رقابت تنگاتنگی اعمال می کند. پیر اشتاینبروک رهبر سوسیال دموکرات ها در یک گردهمایی انتخاباتی گفت: می خواهم بگویم برخی از مردم از خود می پرسند که آیا باید رأی دهند یا نه و آیا نباید احزاب سیاسی را تصویه کنند. من از شما سپاسگزار خواهم بود که از حق رأی دادن خود استفاده کنید. درصد بالایی از رای دهندگان، نزدیک به 30% از آنها مردد هستند و هنوز نمی‌دانند که حتی اگر در انتخابات شرکت کنند به چه کسی رای خواهند داد. حزب نوپا و ضد اروپایی جایگزین برای آلمان نیز احتمالاً با 4 تا 5% آرا با هیچ حزب دیگری ائتلاف نخواهد کرد.